مردم با اشتیاق اومدن به جمهوری اسلامی رأی دادن و دهه اول میبینیم که مردم علی رغم تمام کاستی هایی که وجود داشت محکم پای نظام و پای انقلاب بودن و در همه انتخابات هم با شور و هیجان شرکت میکردن. از اون به بعد هم هر وقت که مردم یک شعاری رو شنیدن، یک ندایی رو شنیدن که ازش احساس کردن آرمان هاشون محقق میشه، عدالت و آزادی محقق میشه، دنبال این شعار اومدن و مشارکت گسترده داشتن و امیدواریم که زمینه برای این کار فراهم بشه، اگرچه من معتقدم الان چنین زمینه‌ای فراهم نیست. انتخابات پیش رو طبیعتاً موجب میشه که یک گام مردم در مسیر شناخت نخبگان قرار بگیرن، یعنی از اونجایی که همه نخبگان مجبور خواهند بود یا لااقل نخبگانی که در انتخابات شرکت میکنن و خودشون رو به عنوان نامزد عرضه میدارن، طبیعتاً ناگزیرن اطلاعاتی به جامعه بدن، یا خودشون یا رقباشون یا در صحنه چالش هایی که به وجود میاد در عرصه رقابت اطلاعاتی از آن مردم میشه، یعنی اطلاعاتی رو به جامعه منتقل میکنه. خب این فرصت رو طبیعتا باید مغتنم شمرد و به گونه عمل کرد که هرچه بیشتر از این فرصت در واقع رشد دهنده بهره بگیریم. انتخابات یکی از صحنه‌های بسیار مهمی است برای ارتقاء شأن مردم. اگر بر این امر اعتقاد داشته باشیم، عرض کردم همه ما باید دست به دست هم دیگه بدیم برای اینکه بتواند انتخابات هرچه رشد دهنده‌تر برگزار بشه. متأسفانه از مجلس چهارم با تفسیر نادرستی که شورای نگهبان از قانون اساسی داشتن و نظارت اصل 90 و نظارت استصوابی قلمداد کردن و قانونی که مجلس چهارم در ارتباط با نظارت استصوابی تصویب کرد، در واقع انتخابات رو دو مرحله‌ای کردن. در یک مرحله افرادی از ناظرین شورای نگهبان، ناظرین وزارت کشور میان یک عده رو انتخاب میکنن، بعد به مردم میگن این منتخبین ما، از بین منتخبین ما شما انتخاب کنید. در صورت قانون اساسی اینو نمیگه. قانون اساسی، اصل نهم قانون اساسی صراحتا میگه که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع مردم را حتی با وضع قانون مقررات سلب کنه. یعنی اگر مجلس هم اومد قانونی وضع کرد که آزادی های مشروع و محدود میکنه، این قانون معتبر نیست. من این کارو کردم و عملا این اتفاق از مجلس چهارم شروع شد و خب یک دیدگاهی هم نظارت استصوابی شما؟ نظارت استصوابی یک نظارت کاملا غیر قانونیه که به مشارکت مردم به شدت لطمه زده. ما نیاییم از ابزار مردم علیه قانونی که به نفع خود مردمه استفاده کنیم. این استفاده ابزاری غلطی است. این که بگیم مردم بهتر از همه میفهمند و با اتکا به این جملات ظاهراً زیبا قانون رو تضعیف کنیم غلط. ایشون میفهمن بعد از بحث نظارت تصویب نظارت استصوابی حق مردم گرفته شد، پس چجوری مجلس ششم به وجود اومد؟ یعنی اگه در مجلس چهارم حق مردم گرفته شد، چگونه اکثریت مجلس ششم از آن جریان اصلاح طلب شد که در واقع نمیتونید اینو تخطیه کنید؟ سیاست مداران و سیاست پیشگان روز به روز دارن پیچیده‌تر میشن. اینی که بگی مردم خودشون میفهمن، مردم کجا چه ابزاری دارن که بفهمن من در پنهان دارم چی کار میکنم،
با فلان سرمایه‌دار ساختم، با فلان کانون قدرت ساختم، و در مجلس در دورهای گذشته به جایی که به نفع مردم قانون وضع کنم، منافع یک جریان خاص رو دنبال کردم. طبق شورای نگهبان، طبق قانون شورای نگهبان مسئولیت تایید صلاحیت نامزدها رو داره. اجازه بدید، با معیار زمینه اشتباهاتی صورت میگیره، من مورد آقای علی لاریجانی رو نه الان، قبلا بارها گفتم این قضیه که یکی از موارد خطاهای شورای نگهبان هست این مورد، یا حتی در مورد آقای مرحوم آقای هاشمی که گفتن به لحاظ سنی ایشون دیگه قدرت، وقتی که رئیس شورای نگهبان سنش نبود برابر ایشون بوده، به دلایل که شما فرمودید، به دلیل سنی اومدن بحث اینو مطرح کردن که اون مجلس سنی نبود. از این اطلاعات غیر از این بوده. حالا اجازه بدید من بخوام بگم، به هیچ وجه در وجود به معنی نیست که ما اگر مرجعیت قانونی شورای نگهبان رو پذیرفتیم که باید بپذیریم، به معنی نیست که این جایگاه حساس خطایی هم نداشته باشه. قطعا خطا داشته، راجع به خطاهاش صحبت کنیم و سعی کنیم خطاها رو کم کنیم، نه اینکه اصلا جایگاهش رو تفسیری ارائه بدیم که گویا شورای نگهبان فقط باید بشینه نگاه کنه. یعنی هیچ واکنشی در ارتباط با عناصر فاسدی که میخواهند به جایگاه های رفیع‌تری دست پیدا کنن برای اینکه بتوانند فسادشون رو گسترش بدن، هیچ واکنشی نداره. این تفسیر که خیلی تفسیر فاجعه‌آمیزی است. یعنی این تفسیر اصلا جامعه رو به قهقرا میبره.